این اندیشکده فعالیت هایی که داره و بحث خواهد کرد و نواندیشه خواهد کرد در مدیریت. برای مثال در امریکا یهودیان ایرانی در لس آنجلس سازمان های مختلفی دارن و همینطور هماهنگ کننده اینها سازمان بزرگتری است که همه رو در بر میگیره. و یا در نیویورک و در تهران ما انجمن کلیمیان رو داریم، فدراسیون یهودیان ایرانی در لس آنجلس و در نیویورک و شهرهای مختلفی هست و در خود اسرائیل هم که ارگانیزیشن های مختلفی هست. شما نتایجی که به ویژه در این 40 سال اخیر از فعالیت های این سازمان ها میبینین، وضعیتی که هست، خود شما آیا خوشحال هستید از این نتیجه؟ چون در اندیشکده صحبت هایی که ما میکردیم متاسفانه علی رغم زحمات فوق العاده که رهبران جامعه یهود در سراسر جهان ایرانیان انجام میدن، متاسفانه از لحاظ سازماندهی مؤثر و موفق نبوده و در جنبه‌های مختلف این فعالیت از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و غیره اگه بررسی کنیم اندیشکده اون رو ناموفق میدونه. شما این مشکلات اصلی رو در چی میبینید؟ بحثی که همیشه ما داریم. به هر حال پرسشت خیلی بالایی هست. بعد به هر حال من آنچه که در این 40 سال با ایران شناس، اسلام شناس و کارشناسی که در زمینه‌های مدیریت آموزشی و مدیریت سازماندهی، همینطور دیپلماسی و امنیت ملی و فلسفه و تلمود داشتن در این 40 سال، به هر حال دستاوردهای ما میتونیم بگیم داشتیم. از نقطه نظر این که یکایی که سازمان ها ایجاب میکرده که ایجاد بشن، چه در لس آنجلس چه در اسرائیل. مثلا شما در اسرائیل در نظر این مرکز آلیانس رو که به هر حال دانشوران رو در بر گرفته که بتونن مسائل ایران رو بیان تجزیه و تحلیل بکنن، چه از نظر ارگانیزیشن به هر حال یهودیان ایرانی تبار که در اسرائیل هستند که بعد از 1979 بیشتر سعی در جذب مهاجرت داشتن. یکایک این سازمان ها هنوز موفق شدن در یک سازمان بین المللی که آنچه که زندیاد میر ازری خواهان اون بود که در برگیرنده باشن و میتونن ختمش گذار باشن و سیاست گذار باشن، چه از نظر سیاست چه از نظر اقتصادی. همینطور که ایپاک با 15,000 نفر عضوی که در حال حاضر داره از نظر امداد، نظر کمک رسانی به جامعه آمریکایی، یعنی نقش‌آفرینی در جامعه آمریکایی داره. بعد نامش هر جایی که ایپاک برده میشه نامی هستش که گویای خودش هست. ولی وقتی که ما نگاه میکنیم این هر کاری اگر در نظر بگیریم یک اینپوت و آوتپوتی داره. اینپوت یعنی این هستش که سرمایه‌ای رو شما در نظر میگیرید، اندیشه‌هایی رو در نظر میگیرید، نیروی انسانی رو در دست دارید رو در نظر میگیرید و آنچه که شما میایید وارد یک پروسه و فرایندی میکنید که از اون یک آوتپوتی داشته باشید و اون آوتپوت او دستاوردهای شما. چگونه ما اون دستاوردها رو میاییم از نظر علمی، از نظر پژوهشی بررسی میکنیم؟ آیا در سطح جهانی ما شما در نظر بگیریم 50 میلیون دلار، 100 میلیون دلار در عرض 40 سال اخیر اینپوت و سرمایه گذاشته شده؟ بگذاریم از یکایک که به هر حال مجتمعهای فرهنگی کوچک و بزرگی که حتی در ولی 26 تا مجتمع فرهنگی کوچک داریم که هر کدوم از اینها دستکم یک ممیز 2 میلیون دلار در سال رنتالز می پردازن. یعنی که اگر اینها رو ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم، این پوتی که ما میذاریم برای پیشبرد اهداف مشترک از نظر تشکیلات و سازماندهی دستاوردهای آنچنانی نداشته. یک، در نظر بگیرید اتیوپیای اسرائیل رو. الان در حال حاضر 2 وزیر دارن، 2 پارلمنتاریست دارن، یعنی موفق شدن در عرض 20 سال، نه در عرض 2700 سال، نه در عرض 100 سال اخیر، در عرض 20 سال موفق شدن
دستاوردهایی داشته باشن که به جامعه خودشون نه فقط خدمت کنن، به جامعه اسرائیل بیان خدمت کنن. کجا هستن مشکتصافهای ما؟ کجا هستن شاول مفازهای ما؟ کجا هستن چیف رابینت افیسر رابای بخشی دورونهای ما؟ کجا هستن ایتان بنیلیاو ما و دن خلوطهای ما؟ کجا هستن؟ اگر ما 100 میلیون دلار رو در نظر گرفتیم چون برای که بیایم پرورش رهبران جوان رو به پیش برده باشیم، جوانان ما کجا هستن از نظر مشارکت سیاسی، اقتصادی، هنری و غیره؟ بحث ما در اندیشده بر این هست که بتونیم اول از همه انگیزه رو ایجاد بکنیم برای پرورش رهبران جوان و از طرف دیگه ببینیم که مشعلداری که اون افراد بودن رو، اون مشعل رو ما باید در اختیار جوانان خودمون بذاریم که مشارکت داشته باشن در آنچه که در حال حاضر در اسرائیل، در آمریکا می‌گذره.